رزومه و 0 تا 100 داریوش تبهکار، از بیوگرافی، پلاک، سرباز صفر، ملتفت، حمایت هیچکس، بهرام، فدایی تا جدایی از ملتفت، تأسیس کاربازی، حمایت خلصه و پیشرو و لایف ها و ویس های جنجالی. سلام دوستان ایپرپ، چطور این گنگستر رو؟ امیدوارم ردیف باشین. من منتالم، من معینم. به چنل یوتیوب ایپرپ خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. لطفاً حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل سابسکرایب کنین، اون زنگوله منگوله بغلش هم بزنید. بریم با رزومه داریوش تبهکار. با بیوگرافی شروع میکنیم. داریوش علیزاده ملقب به داریوش تبهکار در سال 74 در اهواز به دنیا اومد که الان ساکن اکباتان تهرانه. کل فعالیت هنری داریوش تبهکار برمیگرده با رفاقتش به بامداد. زمانی که بامداد و داریوش تو دبیرستان با هم همکلاسی بودن و رفیق بودن، به فکر این افتادن که تشکل پلاک رو تأسیس کنن. پلاک در سال 89 با حضور دیگرد، بامداد و داریوش و بقیه اعضا تشکیل شد. حاصل این لیبل باحال و خفن و موندگار آلبوم سرباز صفر بود، آلبومی که با اومدنش اصلا ترکید رپ فارس، خیلی خفن، آلبومی که داریوش تو 17 سالگی نوشت و آلبومی که هیچکس و بهرام و فدایی و خیلی از بزرگان رپ فارس حمایت کردن و هنوز که هنوزه جزء یکی از خفن‌ترین آلبوم‌های رپ فارسه. بریم قسمتی از آلبوم سرباز صفر داریوش رو گوش بکنیم. فقط به تو میزنم این حرفو، من سرباز صفرم که حفظم دردای این شهر رو. بعد از آلبوم موفق سرباز صفر در سال 92 آلبوم رنگی از رز منتشر شد که داریوش هم همکاری داشت. تو اون آلبوم داریوش در ترک گم با رز همکاری کرد، ترکی که واقعا خیلی تاثیرگذار و باحال بود و یه جورایی لفظ پنجمی رو داریوش از همون ترک بین مخاطبان رپ فارس جا انداخت. پنجمین که بعدها تبدیل شد به پنجمین عضو ملتفت. بریم با هم این آهنگم گوش کنیم و برگردیم. همشونم میدونستم پنجمی از بچگیش پیه پیروزیه، اما یان همه چیشو باخت. همون سال بود که داریوش به یکی از بزرگترین همکاریاش دست پیدا کرد، اونم همکاری با هیچکس در ترک موی پریشون با رویا عرب. این ترک یک شروع خیلی خفن و سنگین واسه داریوش بود، چون تا اون زمان فکر نکنم استعدادی بود که با هیچ کس همکاری داشته باشه، اونم تو اون تایمی که هیچ کس خیلی معروف بود، خیلی تو اوجش بود و این واقعا واسه داریوش خیلی اتفاق خفنی بود. بریم با هم این ترک هم بشنویم و برگرد. مرده و نفرت ارسش غول پیکر زشت، قد بلنده تموم نمیشه هرچی میکنی مترش رو مخی واسه تو نگاه قفله. بعد از همکاری با هیچکس در ترک موی پریشون میشد گفت داریوش توی مسیر خیلی بزرگی افتاده که همین مسیر به یه جای خیلی خفن ختم شد، اونم عضویت در لیبل ملتفت. یه جورایی میشه گفت شاید تو این ترک هیچکس با داریوش کار کرد تا بعد منتشر بشه و حالا فیدبک ها رو ببینه، بگه که ببینه که داریوش خفن هست، خفن نیست، مخاطب دوستش دارن ندارن، و فیدبک خیلی عالی بود و از اونجا بود که داریوش تبهکار عضو ملتفت شد. البته به حمایت فدایی و مهدیار و اینا هم بستگی داره، چون اینا خب لیبلن. و گذشت تا اولین آهنگی که داریوش تحت لیبل ملتفت منتشر کرد، اونم آهنگی نبود جز کوتاهی، ترکی که خیلی جنجالی بود در سال 94. آره در سال 94 منتشر شد، خیلی جنجالی بود، فلوی خیلی عجیبی آورد، مهدیار بیت خیلی خفنی زد و از همه مهمتر یه سری تیکا به کاغذ، کاغذی که اون موقع بود و حالا مؤسسش هم حسین بود، انداخته شد. بریم با هم این ترک هم بشنویم و برگردیم. خندیدم به اون صندونامونو نشون میدیم واسه دریدن، خیابون کفیه سکو نداره واسه پریدن، نو جهانو میگیره با تبریلش، من بالا سر کاغذ مزار کلمات فاطمه صلوات جمعیان دنبال. یه سال بعد دومین ترک داریوش به نام هرت تحت لیبل ملتفت منتشر شد. این ترک جو سنگینی رو به رپ فارس وارد کرد، اونم این بود که داریوش با لحن لاتی اومد خون، یه لحنی که خیلی هم انتقاد کردن، خیلی حال کردن، گفتن چه باحال و خیلی عجیب بود دیگه. مثلا میگفت شهر هرت دیگه، ولی شهر هرت دیگه، نه میگفت شهر هرت دیجه، جه به جای گه میگفت جه و لاتیشو پر میکرد و این خیلی لفظ بالی بود، خیلی استایل بالی بود. و تو این ترک هم تو ورس دوش رضا پیشرو و
لیبل کاغذ اون زمان رو دیس کرد که خیلی جنجال به پا کرد. بریم یه تیکه از این آهنگ ما هم گوش بدیم. به کاغذ برسون قید چی تیزه داریش واسه سیم لخ بریزه لزوم از شما رو نیاز داریم به نظرم بری تو فریزر شهر هرت دیچلی کسی به کسی کی به کیه. یه سال بعد یعنی تو سال 96 خبر اومد که داریوش قراره تحت لیبل ملتفت آهنگی رو به نام پیروزی منتشر کنه ولی منتشر نشد. چند وقت بعدش یه توییت زد که من بلا تکلیفم و این داستانا. آره گفت هیچ چیز مشخص نیست، شما هم وایسین تا مشخص بشه، که به نظر من کمرنگ شدن رابطه داریوش و ملتفت از همین موضوع استارت خورد. حالا اون زمان که ما متوجه نبودیم که آقا جریان اینه و داستان اینه و فیلان، ولی دیگه بعدها فهمیدیم که آقا جدای داریوش و ملتفت از این دقیقا از همین توییت و از همین کمیسون استارت خورده بود. در این همین کمرنگ شدن رابطه داریوش و ملتفت یه اتفاقات خیلی عجیب و جنجالی افتاد. اون هم این بود که یه سری عکس‌ها از داریوش تبکار پخش شد که نباید پخش می‌شد. یک سری عکس‌های خصوصی، یه دونش رو بخوام مثال بزنم، داریوش اینجای دستش نوشته بود ملتفت تتو کرده بود و این عکس نمیخواست پخش بشه، حالا یا مال موزیک ویدیو بوده یا کلن نمیخواست پخش بشه. اما اگه اشتباه نکنم یه فن پیجی به اسم فن پیج ملتفت عراک اگه ذهنم یاری کنه این عکس‌ها رو پخش کرد که داریوش خیلی عصبانی بشه، در حدی که همونجا اومد لایو گذاشت که حالا محتویات لایوش رو که دیدین و این نهیدین هم یه جمله معروفش این بود که مردم به عکس نیاز نهرن. بریم این قسمت لایو رو با هم ببینیم و بیاییم. بعد از همین جنجاله و عکسایی که پخش شد و این داستانا، داریوش پیج اینستاش رو دیاکتیو کرد، ولی باز بعد از یه مدتی اومد اکتیوش کرد و داستان ادامه پیدا کرد. بعد از کل این اتفاقات جنجالی که افتاد و البته دیگه جوش خوابید، یه اتفاق خیلی دردناکی افتاد. رضا پیشرو دستگیر شد و هممون ناراحت شدیم اون تایم و خیلی اتفاق دارکی بود. در خصوص همین بگم که رضا پیشرو که دستگیر شد، خب داریوش تبکار و پیشرو بیف داشتن، حالا با هم دیس داده بودن، تیکه انداخته بودن، اما داریوش تبکار اومد از رضا پیشرو حمایت کرد و یه فریستایلی حالا به نام فری پیشرو منتشر کرد که خیلی حرکت جالبی بود. واقعا جالب بود، شما با یک نفر تو بیفی داری دیسش میکنی و اونم دیست میکنه، ولی تا میگیرنش میگی آقا این بحثا کنار، این بحثا کنار، ما حمایت میکنیم از رضا پیشرو. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم و برگرد. بعد از یه مدت طولانی که همه منتظر ترک پیروزی تحت لیبل ملتفت از داریوش بودن، یهو داریوش اومد آهنگ تهرون رو با آهنگسازی سعید دهقان منتشر کرد. خیلی این آهنگ عجیب بود، چون تحت لیبل ملتفت پخش نشد و هیچ کنون از بچه های ملتفت غیر هیچکس هم ساپورت نکردن، پستی نرفتن واسش و یه جورایی دیگه به همه داشت اثبات میشد که آقا ملتفت و داریوش راشون از هم جداست، چون دوتا ترک قبلی را مهدیار آقا جانی آهنگسازی کرده بود، یه اومد از سعید دهقان استفاده کرد واسه آهنگسازی و تنها کسی که حمایت کرد از این ترک هیچ کس بود و مابقی از ملتفت هیچ حمایتی نکردن. بریم این ترک هم یه قسمت هایشو بشنویم و برگردیم. شبه سهرون چه شبه مرموز بریم دور دور نگشت معمول ببو 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 شبه سهرون عباطف یخ بندونت بود. بعد از ترک تهرون داریوش توییت زد که منتظر آلبوم پیروزی از من باشین، منتها این آلبوم هم نیومد، مثل همون کامیسونی که گفتن نیومد. اما یه آلبوم دیگه اومد از سعید دهقان به نام حلبی آباد که آلبوم اینسترومنتال بود، منتها چند تا رپ کنم تو این آلبوم بودن، حضور داشتن مانند داریوش و رز و چند نفر دیگه. تو یه ترک که خود ترک حلبی آباد بود، داریوش و رئیس همکاری کردن و این آلبوم منتشر شد. بریم این آلبوم هم با هم گوش بدیم و برگردیم. میگن علوی آبادی اولیمون نبود جز تبکاری کاری، حالا بالا اومدم حوالی پایین علوی آبادیم ولی اول آماری هر شبیم بالا این ولی خبری بالا نیم. بعد از آلبوم علوی آباد یه دوره همیشه گرفت از رپکنا که داریوش بود، سعید دهقان بود، خیلی از رپکنا تو اون دوره همی بودن و اونجا داریوش اومد بالاخره آهنگ پیروزی رو اجرای زنده کرد
که حالا بازم همونجا حواشیش روشن شد دوباره که آقا این قرار بود هم ملتفت بیاد، چرا نیومد؟ و هیچ جواب هیچکی دریافت نکرد. بریم یه قسمتی از اجرای آهنگ پیروزی از داریوش رو با هم ببینیم. بعد از چند ماه ترک بالاتر اومد که من خودم خیلی حال کردم باش، با آهنگسازی سعید دهقان. ولی یه نکته جالبی داشت، کورسش دقیقا کورس آهنگ بالاتر دو از قاف بود. دقیقا. حالا من نمیدونم اینجا، خب حالا قاف و ترکار هم همون آنفالو کردن اون تایم است که کدورت های بینشون بود، چون خیلی داداشی بودن یک سر با هم عکس میذاشتن. نمیدونم مسئله چیه، چرا داریوش توکار اومده همون کورس که قاف خونده تو اون آهنگ خودش رو دقیقا همون رو داره میخونه. نفهمیدیم واقعا ایش موقع که کدورتی بینشون هست یا نه، چون قاف هم هیچ واکنشی به این آهنگ نشون نداد. بریم یه تیکه از این آهنگ هم گوش بدیم و برگردیم. دست بده به ما حالا، حالا بعد دست بره بالا بالا بالاتر، دست بده به ما حالا، حالا بعد دست بره بالا بالا بالاتر، میریم بالا. بعد از یه مدت داریوش یه لایف گذاشت که ازش پرسیدن تو توی مجاز هستی یا نه، ترک دادی یا نه، گفتش که آره ترک دادم که اتفاقا فیت با هیچ کس هم هستش. ولی گفتش که نمیدونم قرار پخش بشه یا نه. همون حوالی بود که یه ویدیو از داریوش پخش شد که داشت به صورت فری استایل زدبازی رو دیس میکرد. بریم این قسمت هم ببینیم. این روزا لقبمه تبکار رپ، میره بالا اعتبار تو شهرکای غرب، تو رو که گاهی دما شب مبای قبل، نمیشه جمعت که خاره تلفات جنگ، خاره تلفات جنگ. همه داشتن با دوری داریوش از ملتفت کنار می اومدن، با اون سبکی که می خون حال می کردن، تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد. داریوش توکار کلن استایلش رو عوض کرد، یه موزیک داد به اسم فریستایل جدید یا جدید فریستایل. این آهنگ خیلی عجیب بود، یه سبک نیو رو آورد و یک سبکی حالا می شو گفت مامبل رپ که داریوش اینو خوند و منتشر کرد. خیلی داستان داشت، یعنی یه جنگم بود اصلا ده. یه تایمی یه سری ها انقدر انتقاد کردن به داریوش، آقا این چه سبکیه، ما داریوش ملتفت میخوایم، اولد سکول بخون، مامبل چرا میخونی. اما یه تعدادی هم خیلی حال کردن. ببینید من جمله خودم، من اولد سکول بازم، من تا این استایل داریوش، این استایل بچمانی داریوش فوق العاده است، یه تنوع خیلی عجیبی آورد. به نظرم ترکش بس بود، من خودم هنوز که هنوز واقعا گوش میکنم. بریم یه قسمت از این ترکم بشنویم و برگردیم. داریوش رو این خط متانی، 80 تا پره رو الاینی، پی وی پارتی تا دم لابی، از شهرک شدم جهانی، حرفام نگاهید معانی. چند ماه بعد از این که ترک جدید فریستال منتشر شده بود و همه توی یک جوی بودن که آقا داریوش رو اینجوری شده، این چه استایلیه، داریوش یه ترکی منتشر کرد به نام پیروزی، ترکی که سالها همه منتظرش بودن، قرار بود از ملتفت پخش بشه، کامینسون دادن نشد، اجرا رفت نشد، آلبومی به اسم پیروزی اومد بده نشد، تا اینکه اومد ترک و یهو یه ترکی به نام پیروزی منتشر کرد که دمو هم هست و گمون میکنم میکس و مستر نشده و ماکته. اما فوق‌العاده است متن این آهنگ، فوق‌العاده است. فهم میکنم اگه زمان ملتفت این ترک میومد بیرون، به یکی از هیت ترین ترک های داریوش توکار تبدیل میشد. بریم یه قسمتی از آهنگ پیروزی از داریوش توکار رو بشنویم. که میخوای گم شی دیگه چه فرقی میکنه، برات بری یک کدوم را سختی تعریف علی میکنیم، راحتو بر زندگی کوتاه، میدونم میدونی راه نیه بالا پل هوایی تا قصد. تازه داشتیم با ترک پیروزی حال میکردیم و همه منتظر این بودن که داریوش به ملتفت برگرده و این داستانو، که یهو اومد لیبل کاربازی رو تأسیس کرد. بهتره بگیم لیبل عجیب کاربازی واقعا، یعنی یه لیبلی که من گفتم اولا که سر اسمش خیلی یا فریک داشتن که آوا چرا شبیه زدبازیه، کاربازی زدبازی و اینا، حالا کار نداریم. زمانی که اعضاش مشخص شد اومد گفتم آقا فیلانی اینا عضو کاربازیه. ببین الان منم دارم میگم زدبازی به جای کاربازی، اینقدر دارک بود قضیه. تا موقعی که اومدن اعضاشو مشخص کردن همه انتقاد کردن، همه آخه تمام اعضاش سنی نداشتن تینیجر بودن،
همه تینیجر، همه خیلی اوکی بگم، مدرسه می رفتن. آخه داروش تبهکار ملتفت و پلاک یه اومد با یه سری افرادی که من نمیگم اون افراد بدن ها اصلا، اما خب در حد و در حد اندازه داروش تبهکار نبودن. آقای داروش تبهکاری که تو ملتفت و انقدر خفن و با هیچ کس فید دادی، این چه لیبلی بود؟ این حرف الان من نمیزنم، مخاطبا زدن، خیلی انتقادات شده بود بهش دیگه. شما هم اینجا نظرتون رو بگین، آقا با لیبل کاربازی حال میکنین یا حال نمیکنین؟ از اونور هنوز انتقادات مردم به داریوش و این لیبل کاربازی و این داستانا هنوز ادامه داشتش که یهو داریوش اومد یه ویدیو گذاشت با اعضای کاربازی تو پارک داشتن تلو میخوردن و این داستانا. حال خراب. بریم یه قسمتی از این ویدیو رو هم ببینیم. هنوز انتقادات سر جای خودش بود که داریوش اومد موزیک کاربازی و تحت لیبل کاربازی منتشر کرد. بریم یه قسمتی از این موزیک هم گوش بدیم. نه به ما میخوری و نه اندازه مایی، بز با بچ بزنیم بچ ما نلاتی، از قصر کوکایی میام بس با بوگاتی. بعد از انتشار آهنگ کاربازی داروش توییتی زد، گفت آقا دیگه مثل این که رفقای قدیم با ما حال نمی کنن، کسی واسه ما آهنگسازی نمی کنه، میکس نمی کنه. سعید دقیقان اومد این توییت رو ریپلای کرد، گفت داداش ما داریم بهت میگیم داری رای اشتباهی رو میری، این رایی که داری میری درست نیست، باید متوجه بشی که خوبی تو میخواد کی بدی تو میخواد. این از قضیه توییت. گذشت بعد از چند روز یه عکس جنجالی خیلی عجیب منتشر شد، اونم این بود که داروش تبهکار با منیجر ام جی عکس انداخت. یعنی یه عکسی که اصلا عجیب بود، میدونی خیلی عجیب بود، داروشی که از این ور با ملتفت و ایچکس و فیلان، منیجر ام جی که با ام جی و زد بازی، از این ور ملتفت زد بازی با هم کرد، یه بار رفتن با هم عکس انداختن و یه سری خبر اومد که قراره داروش تبهکار با خلسه فیت بده. باز یه خبری اومد گفت آقا نه، این موزیک قراره داروش تبهکار و خلسه و ام جی با هم توی این موزیک باشن. خیلی داستان دارکی بود. بعد از این جنجالا داریوش دو تا ترک تحت لیبل کاربازی منتشر کرد به نام کار تو هاشمی و کار فری استایل. شماره یکم مثل کارتو هاشمی، با حجلی هایی بودیم کارتونی ساجی، کنتکت ها میزنم قفتن خور مثل کارتو هایی، به میرسه مثل کام تو آگاهی، من تل تلو تمش کارتو را داری. بعد از این دوتا موزیک یه اتفاق عجیبی افتاد. داروش تبهکار یه روز تو پارک نشسته بوده تو محله اکباتان، چند نفر میان دورش جمع میشن، آقا ما فنتمون فلان و بیسار، میشینن صدای داروش رو ریکورد میکنن و یه سری حرف از داروش میکشن که یه جای صحبت ها داروش داره میگه که آقا مدیار آقا جانی رو انتقاد میکنه، میگه که توی ترک هرت من گفتم شهر هرت دیگه، مدیار آقا جانی با میکس و مستر کرده شهر هرت دیگه. این حرف رو زد و این وایس پخش شد، متاسفانه خیلی کار اشتباهی کردن و باعث شد که کدورت بین ملتفت و داروش تبهکار بیش از بیش بشه. تو همین داستان خلسه اومد تو یوتیوبش از داریوش تبهکار حمایت کرد، ولی از اون ور داریوش تبهکار توی لایوی که گذاشت گفتش که هر کسی که با تتلو فید داده باشه و خونده باشه من ازش خفن‌ترم، در صورتی که شاید هم نمیدونسته خلسه فید داده و این حرفا، ولی کن خلسه ناراحت شد و اومد ناراحتیشو بروز داد از اون ور، ولی داریوش تبهکار خیلی با معرفت اومد یه لایوی گذاشت و معذرت خواهی کرد خلسه، گفت ببخشید داداش ما نمیدونستیم شما با تتلو فید دادی. تو همین حواشی بودیم که یه اتفاق عجیبی افتاد، اونم این بود که داروش تبهکار توییت زد که آقا کاروازی منحل شد، تمام شد. یه سری خوشحال شدن، یه سری هم تعجب کردن آقا چرا داره این اتفاق میفته. گذشت تا یکی دو روز بعد داروش تبهکار اومد گفتش که آقا من با منیجرم دعوا شد، دعوا کردیم با هم دیگه، اختلاف خوردیم و درگیری پیش اومده و منیجرم اکانت توییترم و یوتیوبم رو هک کرده و هرچی از سمت اونا داره شیر میشه رو خود منیجرم داره میذاره، من نمیذارم.
این اتفاق افتاد تا اینکه درگیریشون بالا گرفت. منیجر اداره تبهکار اومد گفتش که آقا اگه میخوای درگیری بالا بگیره و فلان، من یه وایس جنجالی شیر میکنم. اون وایس چی بود؟ مکالمه تلفنی منیجر اداره تبهکار با اشکان فدایی در مورد داریوش. تمام این حواشی، تمام این جدایی، تمام این اتفاقاتی که افتاد، تمام این بیفایی که اتفاق افتاده، تمام اینا خلاصه میشه به لایو آخر داریوش تبهکار که لایو گذاشته بود، بغض کرده بود، نزدیک بود گریه کنه، میگفت آقا کارمای منو پس بدین. ببین کارمای منو باید بدید. خب دونه دونه تونهایی که مسخره گرفتن، شوخی گرفتن، کارمای منو میدید، کارمای منو باید بدید. خیلی بده واسه رپ کنی که، یعنی من ناراحتم، واقعا ناراحتم از اینکه همچین رپ کنی که تو 17 سالگی هیچکس رو برام فدای حمایتش کنم، بگن آقا انقدر این خفنه، به جایی برسه که چه میدونم. ببین یه قسمتش تقصیر خودشه، خب تو مسیری رفت که نباید میرفت، چیزایی مصرف کرد که نباید میکرد، یه قسمتش تقصیر بقیه است. آقا شما چرا داری لوکیشن خونه داره شبکار تو چنل تلگرام شیر میکنی همه ببینن؟ چرا گوشیشو هک میکنی داداش گل؟ اصلا کار درستی نمیکنی. یه چیزایی هم خود داروش پخش کرده که کار درستی نیست، مثلا از حالا کار ندارم فیلانش ویدیو گرفت استوری کرد پشیمونم بود. آقا نکنید این کارو، همچین آرتیست خفنی و اذیت نکنید. من اصلا فن داریوش هستم یا نیستم به کنار، ولی هیچ ارتباطی باش ندارم، هیچ صحبتی تا حالا با هم نکردیم، ولی میدونم این پسر اینقدر خفن و استعداد داره، نباید اینقدر اذیت بشه، نباید اینقدر بشگیر بدید. خود داریوش هم به نظر من باید یه استراحتی به خودش بده، چند ماه نباشه یهو برگرده با یه آلبوم بترکونه. میدونه به خاطر اینکه همچین استعدادی داره بیاد بترکونه. بله. کسی شک به این موضوع نداره. خب شما هم نظرتون رو تو این کامنت ها برامون بنویسید. با داریوش قدیم حال میکنید، حالا داریوش ملتفت یا پلاگ، یا با داریوش جدید داریوش تبهکار و کاربازی حال میکنید، حتما نظرتون رو برامون بنویسید. ممنونتون میشم این ویدیو رو لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید، زنگوله منگوله بغلم دیگه بزنید تا صابتون نپره. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. چش و چالی. مخلصیم. تا ویدیو بعد.